امروز یک مصاحبه از سردار حسین سلامی منتشر شد که دنیا رو تکون داد. 14 تا کشتی از ما زدن توی دریای سرخ و دریای مدیترانه که نفت ما صادر نشه. ما خب اوائل متوجه نبودیم کی این کشتی ها رو میزنه، کدام کشوره. بالاخره متوجه شدیم، خیلی مرموزانه و مبهم این کار رو انجام دادن. متوجه شدیم این رژیم صهیونیستیه. برای اولین بار یک مقام رسمی از جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به 12 کشتی اسرائیلی رو قبول کرد. 12 تا کشتی از اینا زده شد، یعنی از رژیم صهیونیستی در شمال اقیانوس هند در جاهای مختلف 12 کشتی زده شد. کشتی پنجم رو که زدیم دستشون بالا رفت، گفتن ما نبرد کشتی‌ها رو متوقف می‌کنیم. درود بر شما، من اجازه فرخم، اینجا پرشین ترنده و توی این ویدیو میخوام برای اولین بار از رویاروی مستقیم ایران و اسرائیل در دریا صحبت کنم. جنگی بسیار پرهزینه، سری، خونین و البته ترسناک. در ابتدا که این مصاحبه منتشر شد، بعضی شروع کردن به مسخره کردن طبق معمول و گفتن اصلا همچی چیزی اتفاق نیفتاده، یا اینکه چطور شده که اسرائیلیا 14 تا کشتی ما رو زدن و ما 12 تا کشتی اسرائیلیا رو زدیم و تا الان کسی متوجه این ماجرا نشده یا خبرش رسانه‌ای نشده. خیلی از کاربرانم این اطلاعات رو در راستای پروپاگاندا یا بزرگنمایی مقامات جمهوری اسلامی تصور کردن. البته ممکنه قسمت‌هایی از این ادعا مخدوش باشه، البته برای من واقعا قابل راستی آزمایی نیست، ولی قسمتی که مخدوش بود رو میشد به این مورد انتساب کرد که حسین سلامی ادعا کرد بعد از زدن کشتی پنجم اسرائیلیا اونها تسلیم شدن و خواستن که این جنگ دیگه ادامه پیدا نکنه. البته چیزی که عجیب ترش میکنه این مسئله است که اگر اونها بعد از زدن کشتی پنجم تسلیم شدن، چرا تا کشتی 12 ادامه پیدا کرده و چرا این جنگ به پایان نرسیده یا ابعاد اون چقدره؟ تو این ویدیو قصد دارم کلیت این ماجرا رو تا جایی که تونستم متوجه بشم و از منابع اطلاعاتی خودم به دست بیارم با شما به اشتراک بذارم. 4 اردیبهشت 1400، چند روز بعد از اینکه یک کشتی با پرچم ایران به نام آرمان 114 در مقابل پالایشگاه نفت بانیاس در سوریه لنگر انداخت، ستونی از دود تیره و غلیظ در آسمان پدیدار شد. این ابر سیاه که از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بود، نتیجه یک انفجار روی کشتی کوچکتر به نام ویزدان بود. نفتکش آرمان 114 چند وقت قبل از این حادثه به سواحل سوریه در آب‌های تحت کنترل اسد رسیده بود. این کشتی سنگین‌تر از اون بود که به دلیل عمق کم بستر دریا وارد بندر بشه. به همین دلیل کشتی ویزدان برای انتقال کشتی به کشتی و تخلیه صدها هزار بشکه نفت و انتقال اونها به پالایشگاه که برای منافع رژیم سوریه حیاتی بود به کمکشون اومد. گفته میشد که عامل این حمله کماندوهای اسرائیلی بودن و با پهپاد تونسته بودن این کشتی رو منفجر کنن. البته طبق سیاست اسرائیلی‌ها نه این موارد رو تکذیب کردن و نه تایید کردن و به صورت رسمی نمیشه این عملیات رو به اونها منتسب کرد. حمله به ویزدام یک حادثه منحصر به فرد نبود. این بخشی از سلسله حملات دریایی گسترده بود که بین خلیج فارس، دریای سرخ و مدیترانه در جریانه. از سال 1398 حملات بسیاری به کشتی‌های تجاری که عمدتاً تانکرهای نفتی و همچنین واحدهای نظامی منطقه رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اسرائیل و ایران مظنونن به اینکه تنش‌ها رو در منطقه به شدت بالا بردن. خبرگزاری وال استریت جورنال در تاریخ 11 مارس 2021 یا 21 اسفند 1399 خبری رو منتشر کرد که نشون میداد از اواخر سال 2019 حداقل 12 شناور ایرانی توسط نیروهای اسرائیلی مورد هدف قرار گرفتن. کشتی آرمان 114 که قبلا آدریان دریا نامیده میشد، کشتی ناشناخته ای نبود. رسانه های بین المللی از سال 2019 که این کشتی خبرساز شده بود با اون آشنا بودن. در 13 تیر همون سال نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا این کشتی رو در جبل الطارق به اتهام تحویل نفت به حکومت سوریه که تحت تاثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت توقیف کرد. بلافاصله نیروی دریایی سپاه هم طی اقدامی تلافی جویانه یک کشتی بریتانیایی رو به نام استنایم پرو در خلیج فارس توقیف کرد و بعد از اون دولت بریتانیا مجبور شد کشتی آدریان دریا رو آزاد کنه. علارغم اینکه مقامات انگلیس از تهران ضمانت کتبی رسمی مبنی بر عدم تحویل 2,100,000 بشکه نفت ایران در سوریه رو دریافت کرده بودند، ولی بعداً وزارت امور خارجه آمریکا
تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر کرد که ثابت می‌کرد این نفتکش ایرانی در اوایل ماه اکتبر 2019 بار خودش رو در سوریه تخلیه کرده. نکته‌ای که جالبه و باید به اون توجه بکنید، جنگی که تو دریا داره اتفاق میفته جلوی چشم رسانه‌ها نیست و اگر خبری از اون منتشر نشه توسط خود اون کشتی‌ها، کسی اصلا متوجه نمیشه که چه بلایی سر اون کشتی‌ها اومده. الان با اعتراف سردار حسین سلامی مبنی بر این جنگ دریایی تازه گزارشاش داره در میاد و الان متوجه میشیم سلسله اتفاقاتی که از سال 2019 به این طرف افتاده چقدر به همدیگه مربوط بوده و مثل یک زنجیر واکنش‌های دو طرف رو نشون میداده. در اردیبهشت و خرداد 1398 یک سری حوادث در ارتباط با کشتی‌های تجاری در هر دو طرف هرمز خبرساز میشد. در 22 اردیبهشت 1398 4 کشتی در نزدیکی ساحل فجیره آسیب دیدند. کشتی المرزوقه و امجد با پرچم عربستان سعودی و میشل با پرچم امارات متحده عربی و آندرا ویکتوری با پرچم نروژ مورد اقدامات خرابکارانه قرار گرفتند. یک ماه بعد در 23 خرداد کشتی فرانت آلتر و کوکا کوریجس هم توسط مین‌های چسبنده آسیب دیدن. ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو مسئول این حملات دونست. البته کسی از ایران این ماجرا رو قبول نکرد. در 30 خرداد 1398 یک پهپاد آمریکایی مورد اصابت موشک قرار میگیره و این خبر مثل بمب دنیا رو میترکونه. همه نگران درگیری ایران و آمریکا بودن و فکر می‌کردن هر لحظه به این درگیری نزدیک و نزدیک‌تر می‌شیم. رسانه‌های دنیا نگران بودند که حکومت جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ببنده و دنیا با یک شوک اقتصادی مواجه بشه. در حالی که توجه همه رسانه‌ها به این مسئله بود، یک اتفاق عجیب افتاد که کسی آنچنان که باید متوجه اهمیتش نشد. 12 اردیبهشت 1398 رسانه‌های وابسته به آمریکا خبری رو پوشش دادند که در دریای سرخ اتفاق افتاده بود. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ مورد آتش سوزی قرار گرفته و یک نفتکش عربستانی به کمک اون رفته و ملوان‌های اون رو نجات داده. خبر خیلی گنگ و عجیب بود، ولی الان متوجه میشیم که این حمله یکی از اولین حمله‌های اسرائیلیا به ناوگان تجاری ایران بوده. خبری که شاید اونقدری که باید بهش توجه نشد و در انبوه اطلاعات اون روزها مدفون شد. در این بین بجز اون درگیری های دریایی که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاده، تمام اون موشک پراکنی ها یا عملیات های امنیتی که در خاک دو کشور یا در محوطه تحت کنترل دو کشور انجام میشد در راستای همین جنگ پنهان بود. در شرایطی که حکومت سوریه با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکرد، رسوندن نفت بهش حکم مرگ و زندگی رو داشت. قطعاً حکومت سوریه بدون نفت ایران توان مقابله با نیروهای مهاجم خودش رو نداشت و از طرفی برای ایران هم حکومت سوریه نقش عمق استراتژیک رو بازی میکرد و مقامات امنیتی ایرانی حساب ویژه‌ای رو روی موقعیت جغرافیایی سوریه داشتن. بعد از تحریم‌های گسترده حکومت سوریه، تنها گزینه صادرات در پشتی بود. اصطلاح در پشتی به معنی اینه که یک سری اقدامات گریز و فریب از جمله انتقال کشتی به کشتی، تغییر نام و پرچم کشتی، همچنین خاموش کردن فرستنده برای پنهان کردن مقصد رو انجام بدن تا بتونن نفت رو به مکان مورد نظر خودشون انتقال بدن. به احتمال بسیار زیاد سپاه مسئولیت این عملیات رو به عهده داشته. بنابراین بی علت نیست که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بخش کنترل دارایی‌های خارجی در لیست تحریم‌های خودش نام خطوط حمل و نقل جمهوری اسلامی، همچنین تعدادی کشتی رو به عنوان اپراتورهای شرکت‌های مرتبط یا مستقر سپاه ذکر کرده. یکی از روش‌های استتار مسیری که در مورد آرمان 114 انجام شد به این شکل بود که به جای عبور از دریای سرخ و کانال سوئز، مسیر دور زدن آفریقا رو در پیش گرفته بودند. شما برای رفتن به مدیترانه دو تا مسیر دارید. یک مسیر کوتاه که از دریای سرخ و کانال سوئز انجام میشه و یک مسیر طولانی، خیلی طولانی، به این شکله که بعد کل آفریقا رو دور بزنید و به مدیترانه برسید. اما چرا این مسیر کوتاه رو گذاشتن و مسیر طولانی رو انتخاب کردن؟ به خاطر اینکه تمام کشتی‌هایی که از کانال سوئز رد میشن کنترل میشن و زیر چتر اطلاعاتی نیروهای امنیتی اسرائیلی قرار میگیرن. اما وقتی شما آفریقا رو دور بزنید، احتمالاً ردیابی کردن شما مشکل تره. البته که نیروهای اسرائیلی توی این کار زیاد هم ناموفق نبودن. این حرکت یک اتفاق غیر معمول در مورد کشتی‌های ایرانی که به مقصد سوریه میرن نیستش.
در تلاش برای کنترل نشدن، تانکرهای حمل و نقل نفتی که از ایران به سوریه میرن، بعد از رسیدن به دریای مدیترانه، فرستنده خودشون رو خاموش میکنن تا از نظارت و کنترل نیروهای متخاصم جلوگیری کنن. عرض کردم خدمتتون که با وجود اینکه این کار کنترل کردن کشتی‌ها رو سخت‌تر میکنه، ولی احتمالاً برای اسرائیلی‌ها خیلی کار غیر ممکنی نباشه که این کشتی‌ها رو ردیابی بکنن. و اسرائیلی‌ها بیشتر از اینکه نگران نفت باشن، نگران رسیدن موشک یا سایر تسلیحات به نیروهای مقاومت هستن، چیزی که احتمالاً به خوبی اتفاق افتاده و این موشک‌ها به خوبی از جمهوری اسلامی به سوریه و سایر نیروهای مقاومت انتقال داده شده. یعنی همین الانی که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم، معلوم نیست چه تعداد از موشک‌های جمهوری اسلامی در سوریه آماده شلیک به سمت نیروهای متخاصم باشن. بعد از روی کار اومدن دولت جدید بایدن در میانه مذاکرات مجدد هسته‌ای، به نفع ایران نبود که با این حوادث برای خودش گرفتاری درست کنه. اما افشاگری از جانب آمریکا در مورد اینکه اسرائیل پشت این حملات و استراتژی تهاجمی اسرائیل باعث شد که ایران مقابله به مصر کنه و روی کشتی‌های باری تجاری اسرائیلی حملات مشابهی رو انجام بده. زمان ترامپ با فشار گسترده‌ای که روی حکومت جمهوری اسلامی آورده بود، اسرائیل‌ها نسبتاً راضی‌تر بودند. ولی بعد از اینکه دموکرات‌ها روی کار اومدن، اسرائیل‌ها احساس خطر کردند که احتمالاً ممکنه یک توافق مجدد بین ایران و 5 به اضافه 1 یا حالا آمریکا صورت بگیره و برای همین سعی کردند که خودشون به صورت اختصاصی یا به صورت تکروی یه سری عملیات‌ها رو انجام بدن که جلوی این توافق رو بگیرن. اون عملیات‌ها هم چیزی نبود جز همین جنگ دریایی و حمله به کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی و خب قطعاً ایران. آمریکا هم که از این اتفاق بسیار عصبانی شده بود، به خاطر اینکه میدید اسرائیل با این کارها نمیذاره توافقی بین ایران و آمریکا شکل بگیره، این اطلاعات رو منتشر کرد و لو داد که اسرائیل پشت این حملاته و از اونجا جنگ یه مقدار علنی تر شد. بعد از اصابت موشک به کشتی لوری که کشتی تجاری اسرائیلی در دریای عرب بود، درگیری یک گام فراتر رفت. در 17 فروردین 1400 کشتی ایرانی ساویز که یک کشتی باری بود و به عنوان کشتی مادر سپاه پاسداران توصیف می‌شد، در حالی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک به تنگه باب‌المندب لنگر انداخته بود، مورد اصابت قرار می‌گیرد. ساویز در سال 1395 وارد دریای سرخ شده بود و تا زمان حادثه اونجا ساکن بود. عربستان سعودی از کشتی ساویز شکایت کرده بود که این کشتی اطلاعات کشتی‌های تجاری رو به یمنی‌ها میده و اون‌ها هم از اونجا مورد اصابت قرار می‌دن. البته که ایران هیچ وقت زیر بارش نرفته بود، ولی اکثر کشورهای ائتلاف تایید کرده بودند که این عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی رو ساویز داره انجام میشه، چیزی که خب توی ویدئوی قبلی هم من خدمتتون عرض کردم. البته خطیب‌زاده سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در این باره گفته بود بر اساس اعلام قبلی رسمی و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بین‌المللی دریانوردی، به عنوان نهاد مرجع کشتی غیرنظامی ساویز برای برقراری امنیت دریانوردی در مسیر خطوط کشتیرانی و مقابله با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن مستقر شده. بعداً نیویورک تایمز ادعا کرد که حمله به ساویز توسط مقام‌های آمریکایی به عنوان عملیات اسرائیلی تایید شده و این عملیات دقیقاً همون روزی صورت گرفت که مذاکرات در وین برای احیای مجدد توافق هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده در حال انجام بود. برخی منابع فاش کردند که آمریکا به دلیل خشم از اعمال دخالتگرایانه اسرائیل دست به افشای این خبر زده. اینکه چرا زودتر این حملات رسانه‌ای نشده از طرف ایران و اسرائیل، خب دلیلش مشخصه. اسرائیل‌ها نمی‌خواستن مسئولیت اون رو گردن بگیرن، برای همین اصلا اعلام نمی‌کنن و نمی‌گن ما همچین حملاتی انجام دادیم. از طرفی ایران هم می‌خواست توافق صورت بگیره بین خودش و آمریکا و نمی‌خواست این مسئله رو رسانه‌ای بکنه تا تنش‌ها رو بالاتر ببره و این توافق ناکام بمونه. حملات علیه شناورهای ایرانی به قدری تکرار شد که واحد نظامی روسیه برای محافظت از تجهیزات سوریه و شبه نظامیان متحد اون اسکورت کشتی‌های تجاری ایرانی رو آغاز می‌کنه. تانکرهای ایرانی از بندر سعید در انتهای شمالی کانال سوئز تا داخل آب‌های سوریه اسکورت می‌شدند. مقامات اسرائیلی ادعا کردند که اسکورت روس‌ها برای کشتی‌های ایرانی باعث شده که ایرانی‌ها تسلیحات بزرگی رو به سوریه انتقال بدن و به خاطر همین یک حمله بزرگ رو به سوریه کلید می‌زنه. 2 اردیبهشت 1400 حمله نیروی هوایی اسرائیل به خاک سوریه برای نابودی سلاح‌های ادعا شده انجام شد. پدافند هوایی سوریه سعی کردن با موشک‌های زمین به هوا جلوی این حملات رو بگیرن، اما در نهایت موفق نشدن. ولی یکی از موشک‌های سوری
مسیر خودش رو ادامه داد و در نزدیکی راکتور هسته‌ای اصلی اسرائیل در دیمونا منفجر شد. بعد از اون دو حادثه دیگه هم برای کشتی ایران و اسرائیل رخ داد. اولین حادثه برای بزرگترین کشتی جنگی ایران در خارج از بندر جاسک در نزدیکی تنگه هرمز در آبهای ایران اتفاق افتاد. در 12 خرداد 1400 کشتی خارک آتش گرفت و بعد از یک روز تلاش طولانی آتش نشانان برای مهار حریق این کشتی غرق شد. این کشتی بخشی از ناوگان نیروی دریایی ایران بود و برای پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی استفاده می شد. به گزارش ایرنا این کشتی چند روز قبل از حادثه عازم مأموریت دریانوردی آموزشی شده بود و در این حادثه 30 ملوان زخمی شدند. یک ماه بعد در 12 تیر 1400 یک کشتی باری که تا چند ماه پیش تحت مالکیت اسرائیل بود در شمال اقیانوس هند در مسیر جده به امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت. بنا به گزارش‌های منتشر شده از سوی مقامات اسرائیلی هیچ یک از خدمه این کشتی اسرائیلی نبودند. بر اساس گمان زنی‌های مقامات اسرائیل ایران در این حمله نقش داشته. جنگ دریایی ایران و اسرائیل سال‌هاست ادامه داره و مشخص نیست تا کی پیش بره. ولی نکته جالب این بود که برای اولین بار سردار حسین سلامی از این جنگ پرده برداری کرد و حالا همه با حساسیت بیشتری به این ماجرا نگاه می‌کنن. البته که انتشار رسمی اون توی رسانه‌ها معنی زیادی میتونه داشته باشه و این مسئله میتونه از این به بعد تنش‌ها رو بالاتر ببره یا احتمالاً از این به بعد حساسیت رسانه‌ها روی این انفجارهای نامعلوم در کشتی‌های مختلف بیشتر میشه و همه بهتر میتونن این پازل‌ها رو بچینن و به سرمنشأ این اتفاقات برسن. یک نکته‌ای که بسیار جالبه و من می‌خوام حتما بهش اشاره بکنم اینه که شاید بعضی‌ها فکر می‌کنن وقتی ایران یک عملیاتی انجام میده علیه اسرائیلی‌ها یا اسرائیلی‌ها عملیاتی علیه ایرانی‌ها انجام میدن، همینطوری یک عملیاتیه که به صورت مستقل تصمیم گرفتن انجام بدن، در صورتی که همه اینها زد و خوردی با برنامه است که هر دو طرف دارن آسیب‌های جدی به طرف مقابل وارد می‌کنن. درگیری بین ایران و اسرائیل خیلی جدی‌تر از چیزیه که مردم دارن فکر می‌کنن و حتی خیلی بیشتر از این چیزیه که در رسانه‌ها منتشر شده. قطعاً سال‌های آینده اسناد بیشتری از این درگیری‌ها منتشر میشه و ما متوجه میشیم وسط چه میدان مینی داشتیم زندگی می‌کردیم. احتمالاً این ویدیو اینجا به پایان نمی‌رسه و قسمت‌های دوم و سوم خواهد داشت. لطفاً اگر کانال من سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید و لایک هم فراموش نکنید. من الیاس فرخم و ازتون خواهش می‌کنم منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.